سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ میخواییم یه ریاکشن بدیم روی آهنگ جدید امیرعظیمی به نام عشق بی احساس. من آخرین آهنگ خیلی 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 قشنگی که از امیرعظیمی شنیدم اسمش دلبستگی بود، که اون پیانویی که اون وسطش میزد قشنگ رو مغزم رژه میرفت، یعنی رژه خوب میرفت و خیلی خوب بود. یعنی هرچی از آهنگ دلبستگی امیرعظیمی بگم کم گفتم، یعنی چه از لحاظ ترانش که میلاد موسوی گفته بود واقعا دمش گرم، چه از لحاظ نوازندگی و اجرا و همه چی به نظرم درجه یک بود. الان هم میخواییم آهنگ عشق بی احساس رو بشنویم. خیلی تعریفش رو کردن، حتی استوریای امیرعظیمی رو دیدم که خیلی از بازیگرها، خیلی از خواننده ها، خیلی از نوازنده ها، خیلی از تنظیم کننده ها و خیلی خیلی کثیری از هنرمندا ازش حمایت کرده بودن، از این اثرش در واقع، و واقعا کنجکاوی آدم رو برمی انگیزه که ببینه چه خبره، چی خونده واقعا که اینجوریه. و کلن امیرعظیمی یکم کمکارم شده، این هم باید در نظر بگیریم، اما عاشقانه هاشو نمیشه اصلا منکر شد. یعنی اصلا فصل پاییز میشسته که صدای امیرعظیمی رو بشنوید. یه بیشتر از این صحبت نکنم، میریم که این وریه، میریم که بشنویم عشق بی احساس از امیرعظیمی. فقط اگه تا الان سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. آقا دکور جدید داریم، اصلا دستم قشنگ بازه، میتونم هر چی دلم میخواد بگم، حالا بعدا به مرور تکمیل ترش هم میکنیم، ولی فعلا همین الانش هم سابسکرایب زنگوله، خیلی حال میده. بریم که بشنویم عشق بی احساس از امیرعظیمی. 1 2 3. از یوتیوب ترانه شرقی داریم میشنویم. بچه ها از یوتیوب کارهای هنرمندا رو بشنویم. من خودم الان این عادت رو دارم تو خودم به وجود میارم، یا از اسپاتیفای یا از اپل موزیک، یا اگر دعوت کردن چه میدونم رادیو جوان یا اسمون یکی چی بود، سانکلاد، هر کدومو که گفتن برین از اونجا بشنوین. حالا من اسپاتیفای هم نمیاد بالا، نمیدونم چشه، ولی یوتیوب رو میتونم کار کنیم. بریم که داشته باشیم. 1 2 3 برو. صدای این گیتاری که میاد انگار لب دریایی، یا انگار وسط جنگلی، همچین حسی رو میده. بریم. کلی هنوز خاطر مونده که وسط نساختمش، مونده یه عشقی توی سینم که هنوز نباختمش. پا به پات من زندگی کردم با تموم خاطرات، من برات میمردم اما زندگی کردم با به به. اصلا جملات قصار میگه که بعدش هر یه سوسماس میتره به بعدی. حالا جدا از همه اینا، بیشترین چیزی که تا این لحظه من گرفته 46 ثانیه از آهنگ گذاشته تنظیمشه. خیلی تنظیمه لطیفی داره، خیلی لطیفه. نمیدونم واقعا چه واژه معادلی استفاده کنم. بات میمردم اما زندگی کردم با، حتی بی من بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پامو رو ساحل دریا میبینی. دوست دارم عشق بی احساس من، دلبر حساس من، توی که هوا تری آدم برام روی زمینی. کلی هنوز
هنوز حرف نگفته مونده که با تو بگم، کلی هنوز راه نرفته مونده که با تو برم. تو دلیل این همه دیوونگی هستی برام، تو فقط حال خوش این زندگی هستی برام. این زندگی هستی برام، تو فقط حال خوش. میخواستم ایراد بگیرم ازش که دو بار گفتش هستی برام، قبلی گفتش این دیوونگی هستی برام، این یکی میگه این زندگی هستی برام. بعد دیدم نه، هستی برام ردیف میشه، قافیهش میشه زندگی و دیوونگی. اوکی، نتونستم ازت صوتی بگیرم ولی دارم برات. این زندگی هستی برام، حتی بی من بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پامو رو ساحل دریا میبینی. دوست دارم، عشق بی احساس من، دلبر حساس من، تویی که هوا ترین آدم برام روی زمینی. حتی بی من بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پامو رو ساحل دریا میبینی. دوست دارم، عشق بی احساس من، دلبر حساس من، تویی که هوا تری آدم برام روی زمینی. توی کورسش تضاد قشنگی داشت، تویی که هوا ترین آدم برام روی زمینی. هوا آدم باحال بود به نظرم. شعرشو کی نوشته؟ بذار ببینم میتونم پیدا بکنم. اسم آقای امیر عظیمی رو سرچ میکنیم، آهنگاشو میان. چه نیستش؟ ننوشته، یعنی پیداش نکردم. دلبستگی بهتر بود. دیدین بعضی وقتها گوش آدم با یه آهنگ خیلی بیشتر حال میکنه؟ توی آهنگای امیرعظمی شخصا صدیقه ای، آقا نظرم صدیقه ایه، اول یک تعداد یه پکیج با امید سباق نو بسته، من اون پکیج رو با هیچی عوض نمی کنم. توی رزومه امیرعظمی به نظرم نقطه طلاییش کار با امید سباق نوه، که واقعا اصلا هر چی بگم کم گفتم، درجه یک بود. درجه یک به معنای واقعی. چرا اسم آهنگا رو یادم میره من؟ ببخشید. آره خلاصه خیلی خوب بود و عجیب من دوست داشتم. پیدا نمی کنم، بدش کن. یه دونه سیب هوس بود با امید سباقنو بسته بود، یه دونه خیلی معروف بود اسمش الان یادم نمیاد، هرچی هم زدم نیومد. ولی در کل دمشون گم، آهنگ خوبه، روبه بالا بود، متوسط روبه بالا بود. ولی دلبستگی توی آثار اخیرش، توی آهنگای آخرش، سه چهار تا آهنگ آخرش، به نظر من دلبستگی یه لول از همهشون بالاتر بود. ولی بازم میگم سلیقه‌ایه، ممکنه شما از این بیشتر خوشتون اومده باشه. خوب بود همیشهش، ولی بیشتر از هر چیزی من با تنظیمش خیلی حال کردم. انصافا تنظیمش خوب بود، چون شعرش چیز جدیدی برای گفتن نداشت. با امثال این شعر حالا یکم قافیه‌هاشو اینور اونور کن، کلماتش رو جابجا کن، توی خواننده‌های دیگه داشتیم، با صدای خواننده‌های دیگه داشتیم، اما تنظیمه یه تنظیم خیلی خاصی بود که من کمتر شنیده بودم. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. اینجا کانال خودتونه، من مثلا خیلی دوستتون دارم، یعنی خیلی خیلی خیلی، مخصوصا اونایی که سابسکرایب میکنن، مخصوصا اونایی که لایک میکنن، مخصوصا اونایی که کامنت میذارن، اصلا دست و بالم باز حال میکنم. دمتون گرم. نظرتون راجع به دکور جدید بدید.